سلام، چهارشنبه 10 بهمن 97، 30 ژانویه 2019 میلادی. در مورد 7 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول این که در کاراکاس پایتخت ونزوئلا و چندین شهر دیگه به دعوت آقای گوایدو راهپیمایی یه مردم ونزوئلا صورت گرفت که در اون شعارهایی رو میدادن مثل نه به دیکتاتوری و ارتشی عزتت رو پس بگیر، دعوت ارتش به پیوستن به ملت و مواردی از این قبیل. خود آقای گوایدو در رئیس جمهور موقت در تظاهرات حاضر بود و در بیانیه‌ای هم از ارتش خواسته بود که به مردم شلیک نکنید. اپوزیسیون به عنوان کرده که آقای مادورو با یک هواپیمای روسی 20 تن طلا به مسکو منتقل کرده و البته ذخایر طلای ونزوئلا نزد بانک انگلیس رو انگلیس ها فعلا متوقف کردن و تحویل دولت مادورو ندادند. آقای مادورو دیکتاتور ونزوئلا عنوان کرده که حاضر با مخالفین با نظارت سازمان های بین المللی مذاکره کنه، در حالی که مخالفین میگن قبلا همین کار رو کرده و بیشتر قصدش دفع الوقت. البته آقای مادورو گفته انتخابات ریاست جمهوری رو حاضر نیست تمدید کنه ولی انتخابات پارلمانی رو حاضر برگزار کنه، موضوعی که اصلا محل بحث نیست و 2 سال پیش چون مخالفین اکثریت پارلمان رو دارن ایشون میخواد پارلمان رو در واقع به این ترتیب منحل کنه و بعد هم با تقلب در انتخابات پارلمان رو هم به دست بگیره. بعد از اینکه تعدادی از اصولگراها که امثال آقای الله کرم و لباس شخصی های علیه مردم هم در اون حضور داشتند به سفارت ونزوئلا رفتند و از آقای مادورو پشتیبانی کردند، نکته جالبی رو در شبکه‌های اجتماعی مطرح کردند که حضرات در ایران فعالین کارگری مثل اسماعیل بخشی یا سپیده غلیان رو بازداشت میکنن، شکنجه میکنن و اید که بیان در تلویزیون اعتراف کنن سوسیالیست هستند، با کمونیستا و سوسیالیست ها ارتباط دارند، بعد خودشون از مادوروی سوسیالیست و کمونیست پشتیبانی میکنن. نشست ورشو هم گزارش شده که آقای مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا به عنوان نماینده امریکا به همراه وزیر خارجه امریکا در اجلاس شرکت میکنه و تا کنون از 70 کشوری که امریکایی ها دعوت کردن 62 کشور پاسخ مثبت دادن برای شرکت در این کنفرانس. کشورهای اروپایی کم و بیش هر 28 کشور شرکت میکنند، اما سطح شرکت کشورها هنوز معلوم نیست. انگلیس در سطح وزیر خارجه گفته شرکت میکنه، اما آلمان و یا ایتالیا هنوز معلوم نیست در سطح وزیر یا معاون شرکت میکنه. موضوع دوم که بعد از دعوای آقای روحانی با عزت زرقامی رئیس سابق رادیو تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی و ترک جلسه شورای عالی فضای مجازی توسط آقای روحانی، از طرف دفتر آقای خامنه ای آقای زرقامی از 2 شورای که عضو اون بود، شورای عالی انقلاب فرهنگی و همین شورای عالی فضای مجازی، کنار گذاشته شد. حتی فارس خبرگزاری سپاه هم از آقای زرقامی انتقاد کرد. آقای زنگنه وزیر نفت عنوان کرده که جز سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین راه حل دیگه‌ای نداریم. در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس 40 پیشنهاد رد شده و به هر حال چون قاچاق بزرگ بنزین از کشور به کشورهای همسایه در جریانه، راه حلی هم ارائه نشده.
البته در این حال 70 نماینده مجلس هم از آقای زنگنه انتقاد کردند که اراده لازم برای دور زدن تحریم ها رو نداره. موضوع سوم این که آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران عنوان کرده که این عفو بزرگی که به مناسبت 22 بهمن قرار داده بشه شامل محکومین امنیتی و اقتصادی نمیشه. امنیتی اسم دیگری است برای زندانیان سیاسی. به حال قوه قضاییه باید خون گریست در شهرستان لعالی از استان خوزستان. قاضی به نام محمد عسکری یک جوان 27 ساله رو غیاباً به دلیل دزدیدن یک مرغ که در متن حکم نوشته شده ارزشش 6000 تومان هست به 3 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم کرد. بهانه چنین حکمی برای دزدیدن یک مرغ 6000 تومانی هم این است که این کار توسط این فرد تکرار شد. موضوع چهارم این که در مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم فجر بزرگداشت خانم فاطمه معتمد آریا صورت گرفت و در صحبت خانم معتمد آریا انتقاد کرد از 40 سال جلوگیری از فعالیت و هر بار او بلندتر پریده بالاتر رفته، ایجاد مانع برای او به عنوان یک زن بازیگر که بخشای از صحبت او سانسور شد. خانم معتمداریا جای فیلم سازانی مثل بهرام بیزایی رو هم خالی دانست در این مراسم و به هر صورت روزنامه کیهان حسب معمول شروع به فحاشی به خانم معتمد آریا کرد. اجرای سرود توسط 21 زن با همدیگه هم جنجال برانگیز شد، برای اینکه گفتن تکخانی شده، مشکل حضرات هنوز در این حدوده و وزیر وزارت ارشاد هم توضیح داده که نخیر 21 نفر بودن، میکروفون ها خراب بوده و صدای یک نفر می اومده. اما سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم ابلاغیه‌ای رو صادر کرده که یک شورای نظامی متشکل از 17 نفر کتاب‌های مربوط به تاریخ جنگ رو از این پس ممیزی و سانسور خواهند کرد. یعنی هر کتابی راجع به تاریخ جنگ نوشته، جنگ ایران و عراق نوشته شده، حتی اگر چاپ قبلی هم بوده برای تجدید چاپ، از این پس بعد از گرفتن مجوز وزارت ارشاد باید به این شورا بره که یک عده نظامی بدون حتی حضور نویسنده و ناشر تصمیم میگیرن و فرجام خواهی هم در کار نیست. فرجامی هم باشه دوباره به همین شورا ارائه میشه. موارد سانسور را هم پیشاپیش معلوم کردن. اگر کسی از عدم پیروزی ایران در جنگ صحبت کنه سانسور میشه، عدم انتقاد باید باشه از اینکه چرا جنگ بی حاصل از بعد از فتح خرمشهر ادامه پیدا کرده، و مواردی که در متن این ابلاغی اومده و احتمالا خیلی موارد دیگر. موضوع پنجم این که محاکمه 8 فعال محیط زیست بعد از 13 ماه سلول انفرادی پشت درهای بسته صورت گرفت و وکلای تسخیری که قوه قضاییه برای متهمین امنیتی به قولشون یا زندانیان سیاسی تعیین میکنن فقط حق حضور داشتن و آقای آقاسی که وکیل یکی از 8 متهم محیط زیست هست، یعنی سام رجبی، رو هم به دادگاه راه ندادن. در بهبهان جمعی از فعالان محیط زیست و شهروندان بهبهانی تجمع اعتراضی داشتند به انتقال آب کارون و ویلاسازی به اسم پروژه گردشگری در تنگ تکا. بعد از 1.5 سال
آب به زاینده رود برگشت، موضوعی که چشم و دل مردم اصفهان رو روشن کرد. جمع زیادی در اطراف رودخانه و حتی درون رودخانه به شادی پرداختند. موضوع ششم این که در ارتفاعات بانه بر اثر تعقیب و گریز نیروهای مرزبانی دو کولبر گرفتار کولاک و سرما شدند و هر دو به کما رفتند و قبل از رسیدن به بیمارستان فوت کردند. سامان صالحی و محمد کریمی نام این دو کولبر جوانی. در ارتفاعات سلباس هم کولبر دیگری به نام سامی رشیدی که تازه داماد شده بود از صخره سقوط کرد و از ناحیه کمر و پا به شدت مجروح شده و عباس قادرزاده دیگر کولبر هم فعلا مفقوده. جعفر عظیم زاده فعال سرشناس جنبش کارگری که دیروز بازداشت شد، به گفته وکیل او آقای فروغی، به زندان اوین منتقل شده برای تحمل 6 سال حبس. پروین محمدی نایب رئیس اتحادیه کارگران هم بازداشت شد دیروز، اما هنوز از علت بازداشت او اطلاعی در دست نیست. کارگران شرکت تراورس اندیمشک هم امروز تجمع اعتراضی داشتند. روی پلاکاردشون نوشتن نان ندارین، به فریادمان برسید. 4 ماه این کارگران زحمتکش راهن حقوق نگرفتند. یوسف شاهوزی شهروند بلوچ از اهالی توابع نیکشهر بلوچستان هم از 1 بهمن ماه توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده و تا کنون معلوم نیست بعد از 10 روز علت بازداشت او چیست. اما موضوع آخر این که جناب سردار عزیز جعفری فرمانده کل سپاه فرمودند که انقلاب فرانسه، منظور اعتراضات جلیق زردها، به گفته خود فرانسوی ها از انقلاب ایران درس گرفته. جناب سردار نقدی هم حرف عجیبی زده، گفته ما خیلی میخواهیم با آمریکا دوست شویم ولی آنها زیاد با ما دوست نمیشوند. اندکی صبر، سحر نزدیک است، تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی.